قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می دانند و کسانی که نمی دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می پذیرند. خداوند در خیلی از آیات قرآنی وقتی امر و نهی می فرماین، امر خودش رو بیان میکنه یا نهی خودش، یه چیزی حلال است، واجبه، یه چیزی وقتی حرام است، اما خداوند میاد با این عبارت آغاز میکنه که یا ایها الذین آمنو. اگر مؤمن خوب دقت بکنه به این ندای پروردگار، خداوند داره صدا میزند و یکی از برجسته ترین صفاتی که در مؤمن هست مطرح میکنه، یا ایها الذین آمنو. ای کسانی که ایمان دارید، به کی؟ به خدا، باور دارید به اونچه خداوند فرستاده، یعنی پیغمبرش علیه الصلاه و السلام، به کتاب او، به دین او، به حساب، به کتاب، به بهشت و دوزخ باور و یقین دارید. خب وقتی خداوند این گونه صدا میزند، مؤمن تحریک میشه که من چقدر قدر و منزلت دارم. چون خداوند وقتی یک صفتی رو مد نظرش قرار میدهد، به خاطر برجستگی اون صفته. پس من حامل یه صفتی زیبا هستم که خداوند این گونه به اون صفت اشاره میکند در من. پس من خیلی آدم خوبیم، من پیش خدا جایگاهی دارم، من پیش خدا منزلت دارم با این صفت ایمان خودم. اون وقتی که خداوند زمینه رو آماده میکنه، مؤمن تحریک میشه، به هیجان میاد که بله، خداوند من رو دوست داره، من با این صفت آماده اینم که خداوند ببارونه باران رحمتش. چون خود امر و نهی پروردگار باران در است و از جهتی علاج و درمان الهی است برای ما. لذا خداوند در خیلی از آیات میگه یا ایها الذین آمنو. چرا؟ تا زمینه آماده بکنه، بعد فرمان میده. اون موقع هست که مؤمن میگه سمعا و طاعه. زمینه آماده شده، شور و شوق و هیجان و علاقه در مؤمن به وجود اومد، خدا من رو دوست داره با این صفتی که در من هست که من مؤمنم. نمونه یه دیگه ما در قرآن داریم. خداوند وقتی در رابطه با بنی اسرائیل نصیحتشون میکنه که ما پیغمبر فرستادیم بهتون، جهت ارشاد و راهنمایی و جهت اینکه اونا رو تحریک بکند، میدونید اشاره به چه میفرماین؟ ذریت من حملنا مع نوح انه کان عبدا شکورا. از بنی اسرائیل صحبت میکنه خداوند، بعد اینگونه بنی اسرائیل رو صدا میزند، ذریت من حملنا، یعنی ای فرزندان و نسل کسانی که ما آبا و اجدادتون رو سوار بر کشتی ساختیم همراه پیامبر نوح. یعنی چی؟ این اگر شما امروز نافرمانی میکنید، ای بنی اسرائیل، میدونید آبا و اجداد شما کیا بودن؟ کسانی بودن مؤمن، شاکر و سپاسگزار پروردگار که ما اونها رو همراه پیغمبرمون نوح سوار بر کشتی ساختیم، و تنها کسانی سوار بر کشتی شدن که مؤمن بودن. میخواد تحریک بکنه که ای بنی اسرائیل، فراموش نکنید شما فرزندان اونها هستید، آبا و اجداد و پدران شما اینگونه انسانهای شاکر و مؤمن و سپاسگزار بودن که لیاقت همسفری و همدمی با پیغمبر نوح داشتن، پیغمبر نوحی که عبد شکوری بود، یعنی بنده بسیار سپاسگزار. تحریک میکنه. ما هم میتونیم در رابطه با فرزندمون، در رابطه با فرزندای دیگرا، در رابطه با همه انسانها، چه فرد و چه خانواده و چه جامعه، به همین صورت بگیم میدونید پدرتون کی بود؟ از نظر شجاعت، از نظر علم، از نظر تقوا، از نظر بذل و بخشش و انفاق، کرم. تحریک میشه طرف که پدر شما اینگونه بود، ولو خودش هم باباشو دیده ها، یه وقتی طرف پدرشو دیده، ولی تحریک بکنید از این جهت.
بابا شما اینطوری نبود، آدم بخیل ترسوی بی تقوای دروغگو نبود، بابا شما خیلی آدم صادقی بود. طرف فکر میزنه و ای رو به تأمل وامی دارد که بابام بله درست اینگونه بود، من چرا اینگونه نشم؟ چرا نام پدرم رو به بدی ببرم و من لکه ننگی باشم بر تاریخ و زندگی پدرم و یه وقتی تاریخ امتم؟ شما همچه امتی هستید؟ شما پیروان که هستید؟ پیغمبر خدا علیه الصلاه و السلام و یاران او. شما اونا رو دوست دارید؟ اونا چگونه زندگی میکردن؟ شما مردم جزیره میشه تحریک کرد؟ آبا و اجدادتون رو نگاه بکنید، اگر ندیدید بشنوید، آدمای با تقوایی بودن، مؤمن و متدین و صادق بودن، چقدر نماز میخوندن. این همه زمین ها و اموال موقوفه ای که هست بیانگر چیه؟ که آبا و اجداد ما چقدر در جهت بذل و بخشش. اون موقع ها زمین یک سرمایه ارزشمندی بود، ولی در راه خدا وقف میکردن برای مساجد، برای مدارس، برای بیماران. آبانبارها رو ببینید در طول راه، اینا همه چیه؟ بیانگر اینه که آبا و اجداد ما دست و دلبازی بودن، اهل کرم بودن، اهل انفاق بودن. از تهجدهای اونها خیلی ها بودن، از همین آبا و اجداد ما، یعنی هر شب تا هزار بار صلوات نمی فرستادن به خواب نمی رفتن. ما در طول سال هزار بار نمی فرستیم. زنان و دخترای جزیره، مادران و زنان گذشته ما با عفت و پاکدامن بودن. همیشه مطرح بکنید زمانی که در زمان طاغوت رضا شاه کشف حجاب مطرح شد چقدر مبارزه کردن. ما همچه مادران و همچه زنان و خواهرها و دخترایی داشتیم تا تحریک بشن و امروزه به راحتی در برابر توطئه ها تسلیم نگردن. به همین جهت خداوند بازم در رابطه با بنی اسرائیل میگه که یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین. ای بنی اسرائیل، وقتی نافرمانی میکردن، مطیع و فرمان بردار پیغمبران خدا نبودن، میگه ای بنی اسرائیل بیاد بیاورید اون نعمتهایی که من به شما ارزانی داشتم. منظور از نعمتهایی که به بنی اسرائیل میگه ارزانی داشتم، نعمتهایی است که به آبا و اجدادشون داده شده بود. اون نعمتها به حساب فرزندا میاره. یعنی شما همچه پدرانی داشتید که خداوند پیغمبران فراوانی مبعوث کرد براشون، نعمتهای فراوانی داد. و انی فضلتکم علی العالمین، و من شما رو بر جهانیان معاصر خودتون و آبا و اجدادتون برتری دادم، بهتون مقام دادم، جایگاه دادم، شما اهل مقام و منزلت و ارزش بودید. چرا فراموش کردید؟ تا تحریک بشه. بس فرد رو و طایفه و گروه رو تحریک بکنیم. یا مثلا نمونه دیگه داریم، وقتی که مریم مادر عیسی علیه السلام عیسی رو به دنیا آورد، خب بدون پدر، معجزه الهی بود. قوم عیسی و قوم مریم با دیده تعجب نگاه می‌کردند که مریم ازدواج نکرده، پس ولی عزب بالله تهمت وارد کردند که زنا کرده. ولی مهم اینه که وقتی اومدن با دیده تعجب رو کردن به مریم، چه گفتن به مریم؟ زمانی که عیسی متولد شد، مریم اومد عیسی رو در آغوش گرفت، برد پیش قومش، گفتن این بچه از کجا اومد؟ گفت خدا داده. با خود این بچه حرف بزنید. چه گفتن؟ گفتن یا اخت هارون ما کان ابوک امرأ سوء و ما کانت امک بغیا. ای خواهر هارون. خواهر هارون منظورشون مریمه، و خواهر هارون یا منظورشون اینه که ای مریم، تو که از سلاله هارونید. هارون برادر پیامبر موسی، چون فاصله زیادی بین مریم و هارونه، مریم در دوران موسی و هارون نبوده، چون عیسی آخرین پیغمبر بنی اسرائیله. یا اینکه هارون مرد صالح و پارسا و نیکوکاری بوده در دوران مریم، مریم رو تشبیه کردن به اون مرد صالح. یعنی ای مریم، در کل تو زن با تقوا و پارسایی بودید. بد چی؟ پدرت شخص بدی نبود و مادرت هم بدکاره نبود. اشاره به چی میکنن؟ به سابقه، به آبا و اجداد، پدر، مادر، تا تحریک بشه. اینه که اینا میتونه زمینه رو آماده بکنه. پس وقتی
ما یه نفر رو نصیحت میکنیم، اگر در سلسله نسبش، نه اینکه به عنوان فخر و اینا باشه، بحث تقوا، بحث ایمان، بحث صداقت مطرح بکنیم، غرور افراد رو برانگیخته بکنیم، غرور دینی و ایمانی و اخلاقی، نه غرور شیطانی، نه تعصب‌های بیجا قبیله‌ای و نژادی و ملی، نه غرور ایمانی. به هر قشر، به هر طایفه، به هر جامعه میتونیم تحریک بکنیم، از سوابق خوب و درخشانشون بگیم، از عملکرد خوبشون. یه وقتی آدمی یا جامعه یا فردی یا طایفه یا قشری اشتباه میکنن ولی سابقه خوبی دارن، در پروندهشون حرکات و اعمال خوبی هست، میخوایی نصیحت بکنید، امر معروف نهی از منکر نکوب، شما چنین هستید، از وقتی یاد داریم همینطوری، خب باعث میشه که طرف تمام استعدادهای خوب در او بمیره، شیطان وسوسه بکنه بله تو همینید. ولی وقتی بهش بگید نه، شما جوونا، از خوبی های جوونا، علی کل حال عمل کرد جوونا بررسی بکنید، شما جوونا کسانی بودید که در این زلزله اخیر خودتون رو نشون دادید، جوون مردیتون، غیرتتون، ایمانتون، تعهدتون، اخوت دینیتون، تحریک بکن، اینا خوبیه که خود جوون شرمنده میشه، بله من اینم، پس من فراموش کردم که کی هستم، به خود میاد. یه وقتی یه سری الفاظ و کلمات که میتونه احساسات طرف رو برانگیخته بکنه، به خاطر اینکه کلمه حامل یک ارتباطی است، یک پیوندی است. مثلا زمانی که پیامبر موسی علیه السلام از میقات با پروردگار برگشتن و هارون رو سر جای خودشون در میان بنی اسرائیل قرار دادن، برکه گشتن دیدن که بنی اسرائیل با توجه به حضور هارون در جمع اونها گوساله میپرستن، مشرک شدن، اصلا کافر شدن. موسی وقتی این صحنه رو دید ناراحت شد، خیلی ناراحت شد، اومد فوراً چسبید به برادرش، ریش و موی سر هارون رو گرفت و کشید، خیلی ناراحت شد، الواحی که به دستش بود همه زد به زمین. هارون در این وسط اگر به موسی میگفت که ولم کن، نه نگفت ولم کن، چرا مومو گرفتید، نه گفت که قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، گفت ای پسر و ای فرزند مادرم، موسی و هارون برادر پدری و مادری بودن، اما وقتی میگه که ای فرزند مادرم، چون مادر مظهر لطفه، مظهر رحمت است، یعنی مادر من و تو یکیه، ای برادر من، اما نه حتی نگفت برادرم، ای ابن امه، به خاطر مادرش تحریک بشه، ریشمون نگیر، سرمون نگیر، زمینه رو آماده میکنه، برادرم، عزیزم، بچه خوب، ای مرد خوب، ای مؤمن، اگر ما این کلمات رو بگیم طرف آرام میشه و تسکین میشه. اما اگه برعکس، تو بله همون آدم بدجنسی هستی، همه جا کارت همینه، ولی وقتی بگی نه آدم خوب، آدم مؤمن، تو که با شخصیتی، تو که اینگونه نبودید، خودش پشیمون میشه، ناراحت میشه، معذرت خواهی هم میکنی، یه وقتی ببخشید من اشتباه کردم، چقدر فرقه یه کلمه. اما خیلی وقت ما به خودمون اجازه نمیدیم که اگر یه نفر اشتباه کرد با خوبی برخورد بکنیم. ولا تستوی الحسنة ولا السیئة ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوة کأنه ولی حمید. این دستور پروردگارمونه که خوبی و بدی یکسان نیستن، در برابر بدی که دیگر را برخورد کردن تو با خوبی و نیکی برخورد بکن، تا اونی که دشمنت در برابر تسلیم بشه، معذرت خواهی بکنه، دوستت بشه، بگه ببخشید من نفهمیدم. ولی اگر نه، اون ناراحته، ما هم یک کلمه تحریک آمیز بگیم، کلمه بد، تحریکش بکنیم، جنگ و فتنه و خونریزی، یه وقتی آدمی هم در میان به قتل میرسه، در نتیجه یک کلمه به خودمون اجازه نمیدیم، غروره. یا مثلا پیامبر ابراهیم خلیل الرحمن علیه السلام، خب بحث اینه که ما وقتی یه نفر رو نصیحت میکنیم هدفمون چیه؟ هدفمون انتقام گرفتن که نیست، شرمنده کردن و ضرر و زیان و ضربه زدن به دیگران نیست، هدفمون اینه، اگر انسان به خاطر خدا میخواد نصیحت بکنه، هدف اینه که این کلمه بر دل طرف بنشینه، طرف اصلاح بشه،
پس چرا با داد و فریاد و با بد و بیرا گفتن؟ لذا پیامبر ابراهیم خلیل خداست، بت شکن غیرتی که ابراهیم داشت، اما میاد چگونه با بابا و پدر مشرک و بت ساز خودش برخورد میکنه؟ میگه یا ابته، نمیگه ای مرد، غرور ایمانی حتی بگیره به ابراهیم بگه که خب حالا این بابای مشرک، حتی من به خودم اجازه نمیدم بگم پدرم. یا ابته یعنی ای پدرم، بابای من، که سراسر این کلمه ازش میبارد عطوفت، دلسوزی فرزند نسبت به پدر. چرا؟ چون منظور پیامبر ابراهیم علیه السلام دعوته، اثر گذاشتنه که این پدر تسلیم بشه، مؤمن بشه. یا ابت لا تعبد الشیطان، یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن. هی یا ابت، ردیف میکنه. ابت یعنی پدر من که درش عزیز هست، ارجمند هست، یعنی پدر عزیزم، ارجمندم، مهربانم، خوبم. داستان یوسف رو علیه السلام تو زندان، دو تا از اون دوستان زندانیش وقتی خواب دیدن، اومدن مراجعه کردن به پیامبر یوسف. پیامبر یوسف قبل از اینکه تعبیر خواب بکنه دعوتشون داد به سوی توحید، یکتا پرستی. اما چقدر زیبا کلمات انتخاب شده به کار بردن. میدونی چه گفت؟ نگفت که آی شما دوتا زندانی ها، تعبیر خوابتون اینه. قبل از اینکه تعبیر خواب بگه، اومد دعوتشون داد به سوی پروردگار. اما چه زیبا اونها رو صدا میزند، یا صاحبه سجن، یا صاحبه سجن. دو نفر بودن، میگه ای دو دوست زندانی من، ای دو نفری که دوست منی در این زندان. وقتی اینو گفت، طرف متوجه میشه بله، از بر دوستی او ما رو دوست داره، یوسف ما رو دوست داره. پس بشنویم که چه میگه. ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. آیا چند تا خدای پراکنده، این بت و اون بت به عنوان خدا گرفتن بهتره، یا اون خداوندی که قهار است و یکتا، کدوم بهتره؟ اما در ابتدا یا صاحب ای سج، نگفت ای دوتا زندونی، ای دوتا غریبه، ای فلانی، نه، ای دوتا دوستی که با من دوستی در این زندان. اینه که اینا زمینه ی تحریک رو ایجاد میکنه که ما استفاده بکنیم از این کلمات، از این صحنه ها. یه داستانی هست، پیامبر علیه السلام در سال ششم عازم عمره بودن، برای انجام عمره، هنوز مکه دست کفار و مشرکین بود، مهم اجازه ندادن و بحث صلح حدیبیه پیش اومد. یه موردی که در صلح حدیبیه مطرح شد، زمانی که نمایندگان دو طرف، مسلمان‌ها و مشرکین، به صورت متعاقب رفت آمد می‌کردن، یکی از نمایندگان که از طرف پیامبر علیه السلام فرستاده شد به مکه، عثمان ابن عفان بود رضی الله تعالی عنه. زمانی که عثمان رو فرستادن، شایع شد در لشکر مسلمین که مشرکین عثمان رو به قتل رسوندند، سفیر پیغمبر علیه السلام رو کشتن، شایع شد. پیامبر زیر درختی نشستن و بیعت گرفتن از اصحاب و یاران که با من بیعت بکنید، دست تو دست من بگذارید، تا آخرین قطره خون بجنگیم و تا سرحد مرگ باید مبارزه بکنیم. حالا که سفیر کشتن، دیگه باید بجنگیم، جانانه باید بجنگیم. همه بیعت کردن، معروف به بیعت الشجره، زیر درخت سماره بود. و حتی قرآن تمجید میکنه، لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت شجره. خدا راضی و خوشنود شد از اون مؤمنینی که زیر درخت با تو بیعت کردن. خب بعد از اون جنگی به نام جنگ حنین صورت گرفت در سال هشتم بعد از فتح مکه، فوراً جنگی به نام جنگ حنین. در ابتدا وقتی مسلمان ها وارد اون دره حنین شدن با لشکر 12,000 نفره، مشرکین کمین گرفته از هر جهت تیراندازی کردن. یه تعدادی که تازه مسلمان بودن، تو مکه مسلمان شده بودن، پا به فرار گذاشتن، صفها به هم خورد، یه سری از اصحابم مات و مبهوتشون زد. پیغمبر علیه السلام همونطوری که عباس میگه، عموش رضی الله تعالی عنه میگه، سوار بر اون مرکب خودش بود، تند و تیز به طرف کفار میرفت. دیدیم که اصحاب پراکنده شدن، پیغمبر علیه السلام به عباس، عباس صدای تند و تیزی داشت، گفت که ای عباس، ناد اصحاب السمره. بس میدونی چیه؟ ناد اصحاب السمره، یعنی صدا بزن ای اصحاب السمره،
ای کسانی که در بیعت شجره بیعت کردید با پیغمبر علیه الصلاه و السلام تا تحریک بشن. شما یادتون رفت مگر دو سال قبل در زیر درخت سموره چه بیعت کردید؟ تا سرحد مرگ و جان دادن دست تو دست پیغمبر گذاشتید علیه الصلاه و السلام. پیغمبر به تنهایی داره میره، بیایید. همین که این کلمات رو شنیدن انگار مثل مور و ملخ از جهات مختلف دور پیغمبر رو گرفتن، تحریک شدن. پس در یک چنین شرایط اگر بکوبید برعکس، ای آدمای فراری، ای آدمای بیچاره، نه، این راهش نیست. با کوبیدن ما راه به جایی نمیبریم ولو ناراحتی. منظور چیه؟ منظور اینه که افراد بیان جذب بشن. ما با بد و بیراه گفتن، با توهین کردن، یه وقتی پرونده و سابقه بد ارائه دادن، به هیچ عنوان افراد رو تحریک نمی کنیم، به اون هدفمون نمیرسیم. ناد اصحاب السموره. آخرین مورد و آخرین مثال، یه وقتی اگر کسی اشتباه کرد، برای تصحیح اشتباهش، درست اشتباه رو خیلی مؤدبانه، خیلی حکیمانه مطرح می کنیم، ولی در کنارش خوبی ها هم میگیم، تا خود طرف و دیگران تصور نکنن که پس این بنده خدا غیر از بدی و اشتباه چیز دیگه درش نیست. به این داستان دقت بکنید، داستان قرآنی است. اصل داستان که مفسرین نقل میکنن، بعد خود قرآن اشاره کرده به این صورته که مردی کشاورز بود، زمین زراعتی داشت و یه قومی گوسفندایی داشتن، گله. شبی از شبها اون رمه و اون گله گوسفند حمله برد به زمین کشاورزی اون مرد و تباهش کرد، از بین برد. یه گله گوسفند دیگه خودتون میدونید چی میکنه، همه زراعت و کشتی که اون مرد زحمت کشیده بود از بین برد. مرد که صاحب زمین بود با صاحب گوسفندا بلند شدن، اومدن پیش پیامبر داوود، گفتن میان ما قضاوت بکن. پیامبر داوود علیه السلام قضاوت کرد که صاحب گوسفندا گوسفندا رو بده به صاحب زمین، به تلافی از بین بردن زمینش. گفت این گوسفندا مال تو. قبول نکردن. حالا یا به نحوی مفسرین میگن که حرکت کردن، اومدن پیش پیامبر سلیمان. سلیمان پسر داوود بود، هر دو پیغمبر خدا بودن. پیش پیامبر سلیمان که اومدن، یه قضاوت دیگه کرد. پیامبر سلیمان قضاوتش به این صورت بود، به صاحب گوسفندا گفت این گوسفندا در اختیار صاحب زمین قرار بده که از فراورده ها، از شیر و لبنیاتش استفاده بکنن. این زمینی که گوسفندای تو ای صاحب گوسفند تباه کرده در اختیار تو، دوباره کشت بکن، زراعت بکن تا به همون حالت اولی برسید. به اون حالت که رسید، صاحب زمین زمین خودشو میگیره، شما گوسفنداتون رو تحویل میگیرید. گوسفندا کلن به ملک صاحب زمین در نمیاد. اما پیامبر داوود نخیر، گفته بود این گوسفندا اصلا به صاحب زمین خلاص. خداوند حکم و داوری پیامبر سلیمان رو بهتر میدونه و ترجیح میده. حالا به این صورت میگه که و داوود و سلیمان اذ یحکمان فی الحرث اذ نفشت فیه غنم القوم و کنا لحکمهم شاهدین ففهمناها سلیمان و کلن آتینا حکمن و علما و سخرنا مع داوود الجبال یسبح و طیر و کنا فاعلین. میگه که بیاد بیاور به پیغمبر میگه علیه السلام و به هر کسی که قرآن تلاوت بکنه، داستان داوود و پیامبر سلیمان، هر دو پیغمبر ما بودن، اون زمانی که داوری کردن در رابطه با اون زمین کشاورزی و اون گوسفندا، گوسفندایی که زمین زراعتی مرد رو تباه کرده بودن. و کنا لحکمهم شاهدین، ما شاهد قضاوت و داوری داوود و سلیمان بودیم. خداوند میگه ففهمناها سلیمان، ما اون قضاوت و داوری اولاتر و بهتر رو فهماندیم به سلیمان. خب ظاهر آیه اینو میرسونه که پس داوود نفهمید، اونطوریه برداشت اینه دیگه. خدا میگه ما به سلیمان فهماندیم، آگاهش کردیم که چگونه قضاوت بکنه. این دیگه حکمت الهیست. یعنی منظور حکم و داوری پیامبر سلیمان اولاتر بود و خداوند اونو پذیرفت. شاید به ظاهر بگیم که خب کسی بگه پس پیامبر داوود در برابر این قضاوت که فرزندش میاد سلیمان همچه قضاوتی میکنه، خداوند میگه ما بهش فهموندیم، پذیرفتیم، اولاتر است. شاید کسی بگه خب پس داوود نفهمید علیه السلام. اما خداوند میاد میگه با توجه به اینکه در این قضاوت دو تا نظر بود، نظر سلیمان اولاتر بود، اما و کلن آتینا حکمن و علما، داوود ما، پیغمبر داوود ما هم
مثل پیامبر سلیمان ما به هر دوتاشون داوری و علم و دانش عظیمی بخشیدیم. هر دو اهل قضاوت بودن، هر دو اهل علم و دانش بودن، ولی انسان یکی خلاف اولا میگه، نه اینکه معصیت بکنه، نه اینکه پیامبر داوود معصیت کرد، خلاف اولا. بعد میگه که و سخرنا مع داوود الجبال یسبحن و الطیر و کننا فاعلین. بعد میاد از داوود سخن میگه، میگه ما کوه ها و پرندگان رو همدم و هم تسبیح داوود کردیم. از مقام داوود میگه تا کم نکنه این داوری و این قضاوت داوود و سلیمان که ترجیح داده شد قضاوت و داوری سلیمان. یه وقتی کسی خدایی نکرده نسبت به داوود نظر بدی نداشته باشه، نه، ما به هر دو داوری و علم و دانش وسیعی دادیم و به کوها دستور دادیم، پرندگان دستور دادیم که همراه پیامبر داوود تسبیح بگن، هم نشین و همدم او باشن، همچین مقامی داشتن. اینه که ما در ارتباطمون با دیگران، حتی در زندگی خانوادگیمون، بین پدران و مادران و فرزندا، بین زن و شوهر، بین همسایگان، بین دو تا دوست، شریک، مسلمون، به همین صورت این نکات رو رعایت بکنیم. بچه رو میخوایم نصیحت بکنیم، بچه مثلا یه وقتی شیطنت کرد، نگیم که تو آدم خوبی نیستید، همینید، آدم فلانی هستید، نه، تحریک بکن، تو بچه خوبی هستید که یه وقتی اون کارای خوبش به حساب بیار، بگو تو بچه‌ام تو فلانی هستید و اون کار خوب انجام دادید. زن و شوهر نسبت به همدیگه به همین صورت، اگر یه وقتی اشتباهی صورت گرفت، نه یا مثلا همه خوبی‌ها رو فراموش بکنیم بگیم نه از همون ابتدا همین بودید، خوب نمیشید شما، برعکس. اگر ناراحت شدید مثلا از زن، زن از شوهر ناراحت شد، بگو تو که ماشاءالله خیلی صبور بودید، تو که آدم اینطوری نبودید، از خوبی بگو، از حسن اخلاقش، از عفش، از بردباری، تا خودش پشیمون بشه. اما این که بیایم برعکس خوبی ها رو فراموش بکنیم، شیطان دخالت میکنه، تحریک میکنه به نحو بد. امیدواریم که خداوند به هممون توفیق بده که بتوانیم در این راستا سعی و تلاشمون رو بکنیم تا انشاءالله دلهامون از این طریق هم صاف و صوف و پاک بشه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می دانند و کسانی که نمی دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می پذیرند.